فریناز لاری هستم، قهرمان کیک بوکسینگ جهان. به زندگی من خوش آمدید. اینجا داونتاون ونکووره. من از لحظه‌ای که اومدم کانادا همیشه تو داونتاون بودم. این خونمون توی محلیه که اسمش ییل تاونه، که خب یکی از محله‌های شلوغیه که خب جوونام هستن. اینجا خونه من و علیه که 3 ماه حدوداً اومدیم اینجا. من و علی خیلی اینجا نیستیم، حدوداً 20% وقتمونو اینجاییم. بیشتر تو جیمی، معمولاً آخر شبا میایم، صبح هم خیلی زود میریم. ولی امروز من میخوام که با کمک علی یک شیک درست کنم قبل از اینکه بخوایم بریم بیرون. خودشم اینجاست. بیا بیا بیا. ما 4 سال با هم دیگه عروسی کردیم. من اول اومدم با خانواده مهاجرت کردم، فکر میکنم 1.5 سال. مرسی. 1.5 سال بعدش علی 2006 من اقدام کرده بودم برای اومدن به اینجا. بعد چون ازدواجم فکرم نکرده بودم، خیلی طول کشید و اینا، و آخرش هم موقعی که ما خواستگاری کردیم پدر هاج خانم، من هاج خانم، اما دقت کردیم بس گفتن ها باید با هنش بیاریم کانادا خواستگاری کنیم. ما هم دیگه اون موقع چیز شده بود، این قبول شده بود و گفتیم هی میدختم شغب، ولی یه چیز دیگه هم پوش هم میکردیم. آلودگی هوای ایران خیلی تهران افتادم، دیوونم کرده بود، چون نمیتونستم مثلا ورزش کنم. من هر وقت میرفتم تمرین میومدم و حالم خیلی بد میشد. خلاص این باعث شد، همه اینو باعث شد که سریعتر جمع کنم. اصلا دلیلش این نبود که عاشق من بود، خواست سریعتر. فرنازم بود، یکی از عکسش بودی که بعد بیام خواستگاری اینجا. گفتم باش حالا بالا میشیم میریم اونجا دیگه ببینیم چیکار کنیم. مجبور بود دیگه، هوا بد بود. آره. من تهران، اسفند سال 1365 تو تهران به دنیا اومدم. از بچگی عاشق این کارتونای مثلا رزمی و بزن بزن، حتی یادم بچه که بودم مثلا شخصیت محبوب کارتون تسوکه بود توی میتیکوما. برای همین خب خیلی همیشه دوست داشتم، ولی خانوادم دوست نداشتن رزمی رو، یعنی با ورزش کردن مخالف نبودن، ولی هیچ وقت رزمی رو اجازه نمیدادن. اصلا وقتی هم که رفتم کیک بوکسینگ، پدرم گفتش که کاش میرفتی تنیس، کیک بوکسینگ رشته نیستش که در حد خانواده ما باشه. خلاصه منو فرستادن ژیمناستیک، منم خیلی علاقه داشتم به ژیمناستیک. خب در حد مسابقات استان و اینجور حرفا بودم. بعد به مربیم گفتم که اگه یکی بخواد مسابقه بده و مثلا در سطح بین المللی و اینا چطوریه، گفتش که ژیمناستیک ایران فقط برای بانوان میتونه بره مسابقات کشورهای اسلامی شرکت کنه. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم دیگه نمیخوام برم ژیمناستیک، میخوام برم یه رشته‌ای که بتونم باهاش برم مسابقه بدم. تا اینکه 18 سالم شد و با اولین حقوقم رفتم یه کلاس کیک باکسینگ، که یه دونه باشگاه خیلی کوچیکی بود که یه خانومی مثلا بهتون بگم 8 تا دختر سر یه کلاس بود. بعد با دوستای دیگه‌م که مشورت کردم، اونا گفتن نه، اگه می‌خوای جدی کار کنی در حد فایت و مبارزه و اینا، باید با مردا کار کنی. خانوما نمیتونن هیچ وقت جدی باهات کار کنن. هی پرسوجو کردم که خب بهترین مربی ایران کیه. اتفاقا تبلیغ علیرم توی یه پیکخانه رنگین دیده بودم، به من گفتن که علی خنجری بهترین مربی کیک بوکسینگ ایرانه. زنگ زدم به علی، زنگ زدم و اونم اصلا جواب نداد، یعنی گوشه برداشت، گفتش نه ما به خانم‌ها درس نمیدیم. بعد گوشه رو گذاشت. قبلش هم مثلا چند وقت با خانم‌ها کار کرده بودیم، بعد همشون دنبال فقط به قول معروف اون موقع کیک بوکسینگ مود بود، مثلا پوزش رو بدن ما کیک بوکسینگ کار. به من تلفن زد و
گفتم اگه واقعا جدی هستی تو این قضیه، ما تستمونه که یه بار ما بتونیم، اگه تو واقعا جدی باید بیا تا تجیش بیای، حالا سرعتش هم فرق نمیکنه، فقط بیا ببینم تا تجیش تو اومدی. آره از ونک تا تجیش رو بیای و بعد اولوش 7-8 کیلومتری بود. خلاصه 13 کیلومتر از ونک تا تجیش. 7-8 کیلومتر. هم یه کیلومترش مشخص نیست. بله دیگه 13 کیلومتر. از ونک تا پارک وی من دویدم، بقیه‌شو خیلی به زور و بدبختی خودم رو رسوندم و بعد گفتش که باشه من با دوتاییتون کار میکنم. خلاصه جلسه اول اومد به من گفتش که خانم شما نون نخوردی؟ به من گفتم چرا؟ و چرا جون نداری؟ گفتم من خیلی خوبم. خودم احساس میگم خیلی خوبم، به خاطر اینکه تو کلاس گروهی من خیلی خوب بود. امروز هم هوا ابری و یه نمه بارون میاد، ولی ما بارون و برف و باد میریم میدویم. این قسمت آبی که میبینین فالس کریکه، دورش بهش میگن سی وال، که ما همیشه این مسیر دومونه. الان هم میرم لباسم عوض میکنم که بریم. بالاخره وقتی علی راضی شد که من و دوستم با هم تمرین بکنیم واسه قهرمانی کشور مسابقات کیک بوکسینگ، 17 جلسه یادم دقیقاً، علی میومد 2 ساعت هر جلسه، هفته 3-4 بار. خیلی تمرین سخت بود به خاطر اینکه من اصلا عادت نداشت پاهام و دستام، یعنی پاهامو که میزدم به کیسه همش باد کرده بود، حتی مثلا حموم که آب روش میخورد درد میگرفت، ولی خب چون پدر مادرم مخالف بودن نمیدونستن، برای همین اصلا هیچی نمیتونستم بگم. خواهرم یادم یه دفعه حتی کمکم کرد، میخواستم حموم کنم، نمیتونستم، واقعا جون نداشتم. روز مسابقات که شد، مسابقات کرج بود، رفتیم بس کشی و صبحش که میخواستیم برگردیم دوباره کرج، مامانم اومدن با خواهرام. سالونم خب فقط خانوما رو راه میدادن تو ایران، همه دستاندرکاران سالن خانم بودن. خلاصه اون روز برای مسابقات مامانم اومدن، 2 تا مسابقه هم دادم، بازی فینالم ناک‌اوت کردم. مامانم خب پریدم مامانم از خوشحالی بغل کردم، مامانم هم گریه کردن یه ذره، ولی احساس کردم که دیگه راضی شدم. پدرم هیچ موقع از کیک بوکسینگ خوششون نمیاد. اولین بار که فکر کردم که دیگه راضی شدن، وقتی بودش که از طرف کمیته المپیک یکی از مسئولین قبل اعزام به مسابقات ویتنام اومد دم خونه با یه چمدون که توش مسواک و خمیر دندون و دمپایی و کفش و گرمکنمون و برای خانوما ست برای رژه و مغنعه و همه اینا توش بود، به اضافه کارت کمیته المپیک که هنوزم دارمش. و وقتی که دیدن اونجا بود که بهم گفتن که این همه منو اذیت کردی، خونمون رو کردی تو شیشه، یه ارزشی داشت. وقتی هم که مصاحبم رو تو ویتنام تو شبکه خبر نشون داده بودن، ضبط کرده بودن تو موبایلشون. بعد خواهرام گفتن که خب اون لحظه خیلی براشون ارزش داشت، تمام خانواده و فامیل دیده بودن. خیلی وقتی که برگشتم خیلی روحیه، یعنی نظر همه نسبت به کیک بوکسینگ تو خانواده‌ام عوض شده بود. های کوچ.
Hi, Farinez, how are you? Good, how are you? What are we doing today? We're gonna work on some of the steps that we worked on earlier. Work on that block a little bit. وقتی که من سال 2013 میخواستم برم برای قهرمانی جهان، علی بهم گوشزد کرد که بوکسم واقعا در لول قهرمانی جهان نیست. برای همین شروع کردم تمرین بوکسمو جدا بر کیک بوکسینگ انجام دادن. من سال 2010 اومدم کانادا، اون موقع علی هنوز اینجا نبود و هنوز چون با تیم ملی ایران کار میکردم، خب توی مسابقاتی که برای تیم ملی برنامه ریزی شده بود باید شرکت میکردم. این بود که رفتم توی باشگاهی که خب نزدیک سر کارم بود، اسنویسی کردم که یک باشگاه مویتای بود. مربیشم اولش اصلا دوست نداشت که من توی کلاس بیام. روز اول بهم گفتش که اگه میخوای تو این کلاس باشی باید اسپارینگ کنی، یعنی که با پسرا در واقع بزن کنی. منم واقعا واسه اون رفته بودم. خلاصه رفتم سر کلاس و گفت باشه، ولی لطفا به هیچ دختر دیگه نگو که تو این کلاسی. هیچی، بهتون بگم که هفته ای سه بار اونجا تمرین میکردم و هر دفعه یه چیزی پیدا میکرد. چه میدونم وایسا تی بکش، نمیدونم اینو اضافه تر برو، چرا اونو کجافتی، که مثلا یه جوری به منو مثلا زده کنه. ولی یه مثلا بهتون بگم، بعد یه سال منو خواست تو دفترش و به من گفتش که ببین دخترها جاشون توی گوشه است، خودشون با خودشون دوتا با هم تمرین کنن، و کانادایی هم هست، دخترم داره، خودشون با هم دیگه تمرین بکنن و همینجوری فیت بشن. بعد من گفتم که خب من مسابقه دارم برای مسابقه تمرین میکنم. گفتش که خب اگه مش بخوری زشت بشی چی؟ من چیکار باهم باید بکنم؟ خیلی ناراحت شدم، گریه کردم راستش همونجا جلوی خودش. بعد الان که یه مدت ازش میگذره فقط فکر میکنم که خدا کنه دخترش هیچ وقت نفهمه که طرز فکر باباش چیه. نزدیکترین مغازه به خونه منه که من خریدامو اینجا میکنم. یعنی این همون کلیه که بهتون گفتم من همیشه میگیرم غذای گوریلا بوده. یه سری چیزو من به همه شاگردام که میان پیشم میگم. اول اینکه آب خوردن خیلی مهمه. مثلا تو روز کسی که اصلا هیچ تحرکی نداره مینیمم 2 لیتر باید آب بخوره، ولی وقتی که تحرک دارین تو میایین 1 ساعت تمرین میکنین عرق میکنین باید 4 لیتر آب بخورین. مثلا من خب 2 نوبت یا 3 نوبت تمرین میکنم 6 لیتر آب بخورم تو روز. این یکی دیگه این که صبونه حتما بخورین، هیچ وقت صبونه رو اسکیپ نکنین و تو صبونتون لااقل 25 گرم پروتئین باشه، مثلا سفیده تخم مرغ باشه، پنیر داشته باشه. یه چیز دیگه این که تو غذاتون همیشه فایبر باشه، به خاطر اینکه وقتی که دستگاه گوارشیتون خوب کار بکنه این باعث میشه که انرژی لولتون تو روز بهتر باشه، بعد سلامتی بیشتری داشته باشین، خیلی از سمومو به راحتی دفع بکنید. بریم که من هم جیمو بهتون نشون بدم، همین که یه سری شاگرد دارم امروز میان تمرین کنن اونا هم ببینید. داونتاون ونکوور یه خوبی که داره اینه که خب همه چی به هم دیگه نزدیکه، در حد واقعا نیم ساعت پیاده روی از این سر تا اون سرشو میتونین برین، و اینکه جمعیت خب خیلی زیاده. اولش که اومده بودم چون که علی نبود خب خیلی دلم واسه ایران تنگ میشد. ولی از وقتی که علی اومد واقعا خب زندگیمون رو اینجا ساختیم، خیلی دوست دارم اینجا رو.
و اینکه جاکتمو میپوشم از خونه میام بیرون با علی با هم دیگه صبح میریم میدویم، خب هیچ حاضر نیستم این زندگی رو عوض بکنم با هیچی دیگه. خیلی راضیم. جام که باشگاه ماست که ما یه سری از کاپ‌هایی که تو مسابقات مختلف گرفتیم و گذاشتیم و ریسپشن دسکمون اینجاست. اینجا هم که مایتای کیک باکسینگمون برقراره و بالاترم چیز منه، یه قسمتی که فیتنس داریم و الان هم یه کاپلی میخوام بیان ورزش کنن که بهتون نشون بدم تمریناشون چطوریه. مهمترین کاپ‌های ما بزنین اول من جاکتمو در بیارم. یکیش اینه که یکی از مسابقات حرفه‌ای که علی بازی کرده بود توی تایلند که کلی سر شرط بندی کرده بودن و برده بود، اینم برای قهرمانی جهان منه که هیچ وقت تو بار نذاشتمش، همینطوری خودم آوردمش تا ونکوور. اینم آخرین مسابقه‌ای که دادم برای چیز بود، کمربند قهرمانی فلای ویت مویتای بانوان کانادا بود که اولین بار بود که توی BC یعنی بریتیش کولومبیا خانوما مین ایونت میشدن. بریم بالا هم بهتون نشون بدم. اینجا هم کلاس کیک بوکسینگ و مویتایمون برگزار میشه که علی معمولا درس میده. این کلاسی که الان میبینین کلاس بیگینره، یعنی اینکه تازه بچه ها دارن یاد میگیرن که کار بکنن. اونجا هم قسمت فیتنسه که من الان شاگرد دارم. من الان دو تا شاگرد فیتنس دارم. آخه من اکثر کارم فیتنسه، یعنی اکثرا شاگردایی دارم که خصوصی میان پیش من برای فیتنسشون. معمولا آدمایی هستن که یه رشته دیگه کار میکنن، مثلا الان یه زن و شوهری دارن میان پیش من که جفتشون بوکس کار میکنن ولی یه سری مشکلات دارن. الان یه دونه کلاس پیشرفته داریم که توش بزن بزنامون رو اونجا انجام میدیم که ما بهش میگیم سپارینگ. یکی از دوستای من لورا که خیلی تکنیکیه، اکثر تمرینای سپارینگم رو با اون انجام میدم، اونم داره میاد. یه چیزی که همیشه از ما میپرسن اینه که شما که دعواتون میشه خوبه دیگه، توی رینگ همدیگه رو میزنین و چی میگن هرساتون رو همدیگه خالی میکنید. گاهی وقتا چرا وقتی تمرین دو به دو میکنیم یه وقتایی من هرسمو خالی میکنم، محکم میزنم، ولی اکثر اوقات وقتی دعوامون میشه من یه قدم جیغ میزنم و علی همطوری منو نگاه میکنه انگار که من عقلمو از دست دادم، میره تو اتاق در میبنده. مثلا وقتی ما دعوامون میشه، خب مثلا من به علی میگم علی جان میشه آشغالا رو ببری، داره پامو لگد میکنه، خواستم بدین. بعد میگه من استاد تو هم آقا جان، من با آقا اینا نگی نکن شما نگره با بازو بدونم الان اول آخرت همینجاست، من میخوام که شما بدونید که آخه شوهر آدم میخواد تو خونه کمک کنه و بگه من استاد نه باید بهت کمک کنم. علی همیشه استاده، من یه همیشه همیشه آگه متوجه این؟ یعنی اینکه من شب که میخوابه میرم بالا سرش میگم من شاگرد نیستم من همسرم، من شاگرد نیستم من همسرم. دوباره صبح میشه میگه برای استاد یه اوتمیل درست کن، یه شیک واسه استاد بده. من اینطوری هم عزیزم ما 4 ساله که با هم ازدواج کردیم، بذاری استاد شاگردی ها رو ببریم تو باشگاه بخونم. خب دیگه کلاس شروع شد، من برم دیگه لباسمو عوض کنم که یه ذره کتک بخورم. آره سعی کلاس. 8 9 وقتی اینجا کلاس برقرار میشه علی داره درس میده، من اون بالا هم، از اون بالا من اینطوری هم که تو رو خدا این خارجی ها رو با چوب نزن، تو رو خدا
نه اونجوری اونجور نیست، اونا خوب ادوانس همونن، این فعینات اگزاجوره میکنه، همین چی آنچنانتر نشون میده. این چوبه همین جا هاست به خدا، یه ها مثلا صده تق توق میاد، بعد یکی میگه آه داره من اینطوری هم که خدایا تو رو خدا یکی از ایرونی ها باشه که درک بکنه ما از کجا اومدیم، و یعنی خارجی ها فردا میرن با پلیس میان سراغم. وقتی که تمرینامونو جدی شروع کردیم برای قهرمانی جهان سال 2013 با علی تصمیم گرفتیم که من بوکسمو جداگونه تمرین کنم، تمرینامو جدی تو بوکس شروع کردم. وقتی که میخواستیم بریم ساپالو یه هفته قبلش من خیلی شدید مریض شده بودم، یعنی گلوم عفونت کرده بود، اصلا نمیتونستم تمرین کنم، اصلا خیلی هم ترسیده بودم به خاطر اینکه وزنم باید کم میکردم، بعد واقعا آنتیبیوتیک میخورم، اصلا انرژی نداشتم. وقتی که رسیدیم اونجا هوا شرجی بود، دو سه روز اول خوب استراحت کردم، بعد شروع کردم وزن کم کردن، ولی یادم میاد با اون حالم که بودم باز تصمیم خودم رو گرفته بودم، میدونستم که قرار قهرمان جهان بشم. یادمه که اولین بازی هم با روسیه بودم، بعد هی همه میگفتن که به اصطلاح زنگ تفریح رو میندازن با روسیه به خاطر اینکه روسا میخوام، خب تیمشون اول بود، میخواستن روسا خب ببرن. خلاصه بازی اول با روسیه بازی کردم، بردم امتیازی، خیلی هم اتفاقا جلو بودم، یادمه که عکس گرفته بودن آدمای دیگه از سکور بورد به خاطر اینکه انقدر امتیازم بالاتر بود، بعد چون من با حجاب بودم هیچ کس دیگه با حجاب نبود، یه جوری آندرداگ محسوب میشم، یعنی موقعی که میخواستم وزن کشی کنم خب من نمیتونستم با پسر وزن کشی کنم در حالی که دخترهای دیگه میتونستن، بعد سالن رو میبستن. فینال خوردم به بلگراد که یه دختر با تجربه بود، یادمه که سالن شوک شده بودن، هیچ کس انتظار نداشت که خب اون دختری که حجاب داره تیپش از همه بدتره اون اول بشه. راستش وقتی که تموم شد بازی میدونستم بردم، بعد یه چیز تو دلم یان احساس کردم که همین بود تموم شد، بعد علی رو نگاه کردم که میخواست از پلای رینگ بیاد بالا، پاش گرفت به پلا خورد زمین، بعد برو خودش نیاورد، دوباره همون اومد بالا، وقتی منو بغل کرد گفت دیدی گفتم میتونی، و گفت وای پام خیلی درد گرفته برش پاشو زدم بالا، عکسم دارم ازش که پاش حسابی خونی شده بود و زخم شده بود، ولی اصلا اون لحظه نفهمیده بود، وقتی که منو بغل کرد بعدش تازه فهمید که چیز شده، پاش زخم شده. بعد قهرمانی جهان یه مدت کوتاهی من احساس میکردم که هدف ندارم، یه حالتی شده بود که اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم برای زندگیم. یک چیزی که همیشه تو مد نظرم این بود بودش که دوست داشتم یه شغلی داشته باشم که بلند مدت باشه، به خاطر اینکه ته دلم احساس میکنم مربیگری یک شغل کوتاه، همیشه یک آدم خب بهتر با جوانتر با ایده های بهتر میاد و جای آدمو میگیره. همچنین تو قهرمانی فکر میکنم که خب بالاخره یه سنی داره قهرمان شدن، ولی فیزیوتراپی یه رشته ایه که خب من تا پیر شدم هم میتونم انجام بدم. به اضافه اینکه پدر و مادرم هیچ وقت دوست نداشتن که من مربی ورزش باشم و همچنین رزمیکار، فکر میکنم که این هدفی که گذاشتم که بخوام فیزیوتراپی رو حتما به ثمر برسونم به علاوه شغلیه که پدر مادرم هم میتونم بهش افتخار بکنم. یادم یه خانومی اومد به من گفتش که وای من اصلا نمیخوام شکل تو بشم، تو چرا این شکلی شبیه آرنولدی. من واقعا تو دخترها جزو کوچیکا محسوب میشم. خب اون موقع برای خودم خیلی خنده دار بود و اینا، ولی الان احساس میکنم که تو این چند سال اخیر عوض شده، خانوما دوست دارن قوی باشن، دوست دارن عضله داشته باشن. 4-5 سال پیش شاید عضله داشتن زشت بود، ولی خب الان احساس میکنم که هدف ها تغییر کرده، آدما خانوما مخصوصا خانومای ایرونی خیلی به من همیشه ایمیل میدن، مسیج میدن که چه غذایی بهتره بخورم، چطوری تمرین کنم که مثل شما بشم. این واقعا به من انگیزه میده، انگیزه میده که خودم سعی کنم بهترین خودم باشم. یه مسئله‌ای که خب خیلی به چشم میاد اینه که همیشه خانوما نقش دوست دختر قهرمان داستانن، یا مثلا افتادن یکی باید بیاد نجاتشون بده،
یا مثلا اگه عشقشون نیاد میمیرن. دوست دارم که اون شخصیتی باشم که خانوما وقتی بهش نگاه میکنن بدونن که هر چیزی رو که هر هدفی رو که تو زندگیشون انتخاب بکنن تا تهش میتونن برن و میتونن مستقل باشن، میتونن باهاش کار کنن، میتونن باهاش زندگی درست کنن. خانوما نقش اول داستانن، نیازی به کسی ندارن. خیلی ممنون که امروز با من گذروندین. امروز یک روزی بود از هر روز زندگی من.